من مصطفی عابدین فرد هستم که در حال حاضر عهده‌دار تدریس دروس مربوط به ادبیات و فرهنگ ایران در دانشگاه UBC هستم و امروز خوشحالیم که در یک جلسه دیگه از سلسله سخنرانی‌های علیرضا احمدیان در ایران شناسی در خدمت خانم دکتر راضی رحیمی هستیم. قبلا هم افتخار داشتیم خدمت همسر محترمشون باشیم، جناب دکتر فرزان کرمانی نژاد. ما امروز میخوام از همکار محترمم خانم دکتر پگاه شهباز که امسال از ژانویه در واقع عنوان پژوهشگر پست‌داک در زمینه هند و ایران شناسی به دانشگاه تشریف آوردن و در دپارتمان مطالعات آسیا مشغول به کار هستن، دعوت بکنم برای اینکه تشریف بیارن و سخنرانمون رو معرفی بکنم. خانم پگاه شهباز. سلام، خیلی ممنون از حضورتون. من پگاه شهباز هستم. دوره پست‌دکتری رو اینجا می‌گذرونم. در زمینه مطالعات هند و ایرانی کار می‌کنم. به ویژه ادبیات داستانی هند و ایرانی. چون حوزه کاری من نزدیک به حوزه کاری خانم دکتر، افتخار دارم که ایشون رو معرفی کنم خدمتتون. خانم دکتر راضیه رحیمی دارای مدرک دکترای معماری از دانشگاه پونه در هند و همچنین کارشناسی ارشد معماری و شهرسازی از دانشگاه علم و صنعت ایران هستند. ایشان دارای بیش از 20 سال فعالیت در زمینه طراحی و نظارت ساختمان در ایران و 3 سال در ونکوور، 8 سال مدیریت صدور پروانه شرکت عمران شهر جدید 8 گرد، وزارت مسکن و شهرسازی و 6 سال تدریس و مدیریت گروه معماری و معماری داخلی در دانشگاه‌های جهاد دانشگاهی هنر، دانشگاه جامع و مؤسسه فرهنگی فوق برنامه دانشگاه تهران است. خواهش می‌کنم شما تشریف کنید. سلام دوستان، خیلی خوش آمدین. ممنون از اینکه تو این هوای بارونی این همه رو تشریف آوردین و ممنون از پروفسور آبینی فر به خاطر زحمات رو میکشن و این جلسات رو برای ما میذارن. من امروز میخوام راجع به پژوهشی در مورد تاثیر معماری ایران بر معماری گورکانیان یا همون مغول بزرگ گذاشته برای شما ارائه کنم که امیدوارم مستثمر باشه. معماری کلید فهم گوناگونی فرهنگی در نقاط مختلف دنیا و از جمله هند میباشد. همواره معماری تحت تاثیر سنت‌ها و آداب مذهبی در دوره‌های مختلف بوده است. مطالعه دقیق سبک معماری گورکانیان یا همان امپراتوری مغول در هند و شباهت‌های آن با معماری دوره صفویه نشان دهنده تاثیر فرهنگ ایرانی بر سبک جدیدی در معماری کشور هند به نام ایندواسلامی است که در زمان گورکانیان در هند پا گرفت. در اوایل قرن هفتم هجری مغولان ایران را اشغال کردند و پس از 200 سال حکومت در ایران تحت تاثیر فرهنگ ایرانی قرار گرفتند. ایران در زمان فتوحات مغول یک گذشته فرهنگ اسلامی بالغ بر 500 ساله را از سر گذرانده بود و با پذیرش دین اسلام از جانب مغولان احداث بناهای مذهبی و یا ترمیم خرابی‌های گذشته آغاز شد. در این دوره بناهای مذهبی چون مساجد، مدارس، زیارتگاه‌ها و مقابر بیشتر مورد توجه بودند. از آنجایی که فرمانروایان مغول برای حفظ برتری و غرور خیش تمایل داشتند که بناها هرچه باشکوه‌تر ساخته شود، از این رو مقیاس ساختمان‌ها را فراتر از گذشته بردند. برج‌ها بلندتر و کتیبه‌ها بزرگتر شدند. تزئینات در رنگ‌های مختلف توجه بیشتری شد و بناهای عظیم با اشکال گوناگون ساخته شدند. نواده‌های تیمور همچون شاهرخ و همسرش گوهرشاد در ایران آثار بسیار ارزشمندی را در راستای معماری ایرانی از خود به جای گذاشتند و دیگر نوادگان او چون بابر و فرزندانش سهم مهمی در گسترش فرهنگ ایرانی در سراسر شبه قاره به عهده گرفتند. حکمرانان این سلسله در بخش بزرگی از شبه قاره هند از جمله کشورهای امروزی هند، پاکستان، بنگلادش و بخش‌هایی از افغانستان امروزی فرمانروایی کردند. این سلسله در نیمه قرن 17 میلادی و در زمان شاه جهان بزرگترین و ثروتمندترین امپراتوری جهان بود. اما پس از مدتی بخشی از جنوب هند از اختیار آنان خارج شد و در سال 1857 میلادی به دست کمپانی هند شرقی یا بریتانیا نابود شد.
روابط تاریخی ایران و هند حدوداً از 1100 تا 1500 سال پیش از میلاد تیره های آریایی از دره خیبر وارد سرزمین ایران و هند شدن. روابط فرهنگی و زبانی این دو کشور از آن روزگار آغاز گرد. در کتیبه های هخامنشی از هند نام برده شده و قلمرو داریوش بزرگ تا برای تمدن سند ادامه داشته است. مهمترین و قدیمی‌ترین منظومه حماسی ایرانیان یعنی شاهنامه بیش از 100 بار نام هند و سند را در اشعار خود آورده است. تشابه‌های فراوان میان زبان اوستا و سانسکریت نیز نشانه دیگری از پیوند دیرینه ایران و شبه‌قاره هند است. در دوره اشکانیان این روابط رو به گسترش نهاد و در زمان ساسانیان ترجمه کتاب‌های مهم هندی مانند کلیله و دمنه در عصر انوشیروان پیوستگی‌های فرهنگی را در هر دو کشور قوی‌تر ساخت. تأثیر معماری ایران بر هند رو می‌تونیم به دو قسمت کنیم. یک دوران قبل از اسلام و یکی دوره اسلامی که خود دوره اسلامی باز به دو قسمت تقسیم میشه: سلطنت دهلی و دوره مغول، که دوره مغول به 6 تا پادشاه ختم میشه که حالا کوتاه در مورد هر کدومش توضیح میدیم و در مورد سبک معماری که در واقع تو اون دوران انجام شده و تأثیر معماری که روی معماری اون دوران داشت. دوران قبل از اسلام، ایران و هند از آثار خیلی قدیم با هم ارتباط فرهنگی هنری داشته و چون اصل منشأ هر دو آریایی بوده، تشخیص اثرات هنری یکی بر دیگری مشکل است. اما از طرفی چون هند بیشتر از طرف غرب متأثر بوده، میتوان گفت هنر ایران بر هنر هند بیشتر مؤثر بوده است. به خصوص که میداریم امپراتوری هخامنشی تا سند و پنجاب گسترش یافته و ایران بر این قسمت از هند تسلط و حکمرانی داشته. همونجوری که تو عکسام میبینیم کاملا مجسمه هایی که سرستون کاخ آشوکا هستش و سرستون تخت جمشید شبیه هستن و سرستون هایی که گلای لوتوسی که برای سرستون ها استفاده شده بود. بقایای قصر آشوکا در پاتالیپوترا نزدیک شهر پنتا در شرق هند، ستون‌های یادبود آشوکا که حامل فرمان‌های مقدس او بودند و کتیبه‌های وی بر سینه کوه‌ها کاملاً شباهت با آثار به جا مانده از دوران داریوش هخامنشی دارد. ایبادکوخ از محققان برجسته‌ای که بیش از 2 دهه است درباره معماری هند به خصوص معماری دوره بوکیان تحقیق کرده، باور دارد که حکاکی‌های پرندگان و حیوانات ستون آشوکا نشان‌دهنده فرهنگ ایرانی در هنر و معماری هندیان آن دوره بوده است. طرح و نقشه سرستون معروف سارانس در عصر موریه‌ها همانطور که می‌بینید در بسیاری از عناصر طراحی مانند طراحی صورت، چشم، یال و غیره کاملاً به هم شبیه می‌باشد. همونجوری که می‌بینیم کاملا طراحی صورت، چشم و یادها شبیه هم هستند. آثار بسیار مهم حجاری این دوره مانند پیکره چارشیر، نماد ملی امروزی هند، همونطور که مشاهده می‌کنیم تحت تاثیر حجاری‌های تخت جمشید بوده و از زمان آشوکا باقی مانده است. دوران اسلامی که قسمت اول سلطنت دهلیه در قرن 10 و 11 میلادی که همون دوره غزنویان ایران بوده، ایران و هند در بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رابطه‌های مستقیم داشتن. اولین معماری ایرانی هند با قطب مینار آغاز میشه. مناره بلند و باشکوهی که توسط اولین حاکم مسلمان هند در دهلی ساخته شده و امروزه نماد شهر دهلی محسوب میشه. این مناره به سبک مناره جام در افغانستان ساخته و محققان سبک این بنا را ایرانی با مصادیق هندی میدانند. نمونه هایی از خوشنویسی، تزئینات و نقوش مشابه این مناره ها در هر طبقات متفاوت دیده میشن. در ایران قدیم ساختن باب مقبره یکی از شیوه های معمول برای بزرگداشت بزرگان مذهبی یا افراد مهم اجتماعی و کشوری بود و به ویژه از دوره ایلخانی به بعد بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت. فرهنگ ساختن مزار و مقبره برای درگذشتگان از سوی ایرانی ها به هند راه یافت، زیرا پیش از ورود ایرانیان به هند بسیاری از هندی ها اعصاب مردگان را می‌سوزاندند و شیوهی برای تجلیل بزرگان خود نداشتند. از معماری بنای رکنی عالم با نیم‌ستون های مدور، گنبد های کوچک روی هر نیم‌ستون و پلان هشت‌ضلعی آن میتوان تحول و تکامل سبک معماری مقابر ایرانی را در هند مشاهده کرد. همونجور که ببینیم اولیه مقبره امیر اسماعیل سامانیه، بله، که تو دهه 1910 میلادیه و اون در 1320 میلادیه پیرو به اون معماری طراحی شده و ستونهایی که اطرافش گذاشته شده اینجا حالا خوشگل‌ترش کرده یا تکامل
بیشتری پیدا کرده و پایین هم اینا رو گذاشته. مساله آجر پخته شده و کاشیکاری با نقوش هندسی به جای استفاده از مساله سنگی که در معماری منطقه شمالی هند رواج داشته از جمله موارد تاثیرگذاری معماری آرامگاه‌های ایران و معماری هند است. هنر گچبری و خوشنویسی. خوشنویسی از تزیینات معماری ایرانی در دوره غزنویان است که به شکل نقاشی دیواری و گچبری جلوه‌هایی از حضور این تکنیک را به نمایش می‌گذارد. در محراب‌های مسجد قبة‌السلام که اولین مسجد ساخته شده توسط سلاطین دهلی است، می‌توان گچبری با نقوش گیاهی و هندسی بسیار زیبایی به سبک دوره ایلخانی مشاهده کرد. دوران اسلامی در واقع همون گورکانیان هستند. این دوره با دوره فرمانروایی سلسله صفوی در ایران همزمان بود که این خود به گونه ناخواسته یکی از عوامل مؤثر در نیرو گرفتن هنر و معماری ایرانی در هند به شمار می‌رود. متاسفانه نوع نگاه پادشاهان صفوی به ادبیات و فرهنگ به گونه بود که شاعران، نویسندگان و هنرمندان ایرانی گاه ناگزیر و گاه مشتاقانه رهسپار دربار ادب‌پرور گورکانی می‌شدند. چگونگی تحولات رخ داده در معماری را می توان از تجزیه تحلیل معماری این دو دوره که ارتباط نزدیکی با هم داشتن بررسی کرد. این نقش امپراتوری مغول و ایرانی که کشورهای مختلفی که زیر حوزه‌شون بودن رو مشخص کرده و اولین پادشاه گورکانی بابر از نوادگان تیمور بود که در ایران زندگی می کرد و با لشکر متشکل از ترک و تاتار و افغان به هندوستان حمله و در سال 1526 میلادی ابراهیم لودی آخرین پادشاه را در دهلی سلطنت می‌کرد مغلوب ساخت و بدین طریق امپراتوری بزرگ گورکانیان هند را تأسیس کرد. بابر به زبان فارسی و ترکی کاملا مسلط بود و شعر می‌سرود. ارزیابی‌های دوره نخست معماری گورکانی در عصر بابر دشوار است، زیرا او بعد از 4 سال درگذشت و در بین نوشته‌های او که به معیارهای والای معماری تیموری اشاره کرده و چند بنایی که باقی مانده اختلافاتی وجود دارد. بابر بنیانگذار 4 باغ یا باغ ایرانی در هند است. از بین باغ‌های بابر در هند بخشی از 4 باغ صخره‌ای نیلوفر در دلپور جنوب آگرا باقی مانده است. این باغ در هند به نام باغ ایرانی یا همون 4 باغ معروف. مسجد کابلی باغ مسجدی در پانیپات است که در سال 1527 توسط بابر ساخته شد تا پیروزی خود را بر سلطان ابراهیم لودی نشان دهد. در این مسجد از معماری مساجد تیموری الگوبرداری شد. همایون دومین پادشاه گورکانی 15 سال را در تبعید در ایران و سند گذراند و با کمک شاه طهماسب صفوی تاج و تخت خود را در سال 1555 باز پذیرفت. همسر ایرانی وی حمیده بانو که در ایران زندگی میکرد با معماری ایرانی کاملا آشنا بود و در بازگشت به هند گروهی از هنرمندان ایرانی را با خود به هند آورد. معماری هند از زمان همایون بیش از بیش رنگ و بوی ایرانی گرفت. همایون که شیفته فرهنگ و هنر ایرانی بود در همه شون از جمله معماری تحت تاثیر هنرمندان ایرانی قرار میگرفت و ساخت شرماندال که توسط بابر آغاز شده بود توسط او به پایان رسید. این بنا از ماسه سنگ قرمز رنگ ساخته شده و به صورت 8 سری با ترکیب از معماری صفوی و تیموری طراحی شد. اکبر شاه پسر همایون بود که وقتی به سلطنت رسید فقط 13 سال داشت. اکبر دوران کودکیش رو در ایران گذرانده و با فرهنگ و هنر ایرانی کمی آشنا بود. اکبر شاه با داشتن مادری ایرانی و وزیری هنرور و هنردوست ایرانی بیرون خان 50 سال در هند حکومت کرد و از این رو هند در این دوران نیز پذیرای بسیاری از هنرمندان مهاجر ایرانی بود. آرامگاه همایون که یکی از بناهای تاریخی معروف هند است پس از مرگ همایون توسط همسر وی حمیده بانو بیگم ساخته شد. این بنا با الهام از مقابر ایرانی و فضای 4 باغ یک سال پس از مرگ همایون آغاز و پس از 8 سال به پایان رسید. معماران این باغ پدر پسر ایرانی به نام‌های میرک قیاس‌الدین و پسر ویس سید احمد ابن میرک قیاس‌الدین بودند که به دعوت حمیده بانو از هرات به دهلی آورده شده بودند. آرامگاه همایون مانند سایر معماری دوره گورکانی هند دارای عناصر فراوان معماری ایرانی از جمله گنبد بزرگ، پیشتاق‌های جنابی در نمای اصلی و 4 باغ می‌باشد. با این تفاوت که به رسم معماری هند در ساخت آن از تخت سنگ‌های بزرگ قرمز رنگ استفاده شده است.
جهانگیر شاه پسر اکبر به علم و هنر و ادب پیش از سیاست و حروم علاقه داشت و امور کشور عملا در دست همسرش نور جهان بود. نور جهان همسر جهانگیر نوه یکی از درباریان شاه طهماسب صفوی بود و نقش تعیین کننده در دربار جهانگیر پیدا کرد و باعث نفوذ بسیاری از ایرانیان به دربار امپراتوری گورکانی شد. او علاقه بی‌نظیری در توسعه و هنر معماری ایرانی در هند داشت. مقبره اکبر، این مقبره یکی از شاهکارهای مهم معماری گورکانیان هنده که توسط پسرش جهانگیر در سکندرا شهری از آگرا ساخته شده. طرح‌های هندسی بر نمای اصلی ورودی، تزئینات داخلی، خوشنویسی و آرک‌های جنابی این بنا یادآور معماری دوران شاه عباس صفوی است. مقبره اعتماد الدوله آرامگاهی است که به دستور همسر ایرانی جهانگیر نور جهان برای پدرش ساخته شد. مقبره در مرکز یک چهارباغ با دیوارهای محصور و بناهای جانبی طراحی شده است. مهمترین زیبایی این مقبره تزئینات نمای بیرونی آن است که در کلیه قسمت‌های آن از تکنیک تزئین معرف بر سنگ در رنگ‌های دلپذیر به تصویر کشیده شده است. از نقوش تزئینات معماری دوره صفوی مانند ظروف، گلدان، گلدان‌ها، درخت سرو و گل لاله در تزئینات داخل این بنا به وفور مشاهده می‌شود. ممتاز محل شاهزاده ایرانی بود که مانند نور جهان نقش بسیار مهم در ترغیب شاه جهان به فرهنگ و معماری ایرانی داشت. بنای تاج محل به یادبود ممتاز محل و به دستور شاه جهان ساخته و طولی نکشید که خود شاه جهان هم در آنجا دفن شد. تاج محل رو مرواریدی توصیف کردن که در واقع شاهد و نمای زنده از اوج ظرافت و توارن در معماری است. شاید بتوان اینطور گفت که حدود 20 هزار هنرمندی که قریب 22 سال در ساخت تاج محل ایفای نقش کردن بنای متفاوت ساختن که حتی امروز هم یکی از پرجاذبه‌ترین مکان‌های دیدنی جهان قلمدار می‌شود. معماری تاج محل یا بنای مرمرین عشق ترکیبی از معماری ایرانی و معماری گورکانی است که به سرپرستی معمار ایرانی احمد لاهوری و برادرش حمید لاهوری و به یاد و وصیت ممتاز محل ساخته شد. در این بنا که جزو عجایب هفتگانه جدید شناخته شده، تأثیر سبک معماری ایرانی به خوبی مشهود است و کمتر از سبک هندی در آن احساس می‌گردد. در ساخت این بنا اثر هنرمندان خوشنویس ایرانی مانند امانت‌خان شیرازی و محمدخان شیرازی در تزئینات بنا دیده می‌شود. مسجد جامع دهلی یا مسجد جهان نما یکی دیگر از شاهکارهای معماری دوران شاه جهانه که در زمان خود و تا مدت‌ها یکی از بزرگترین مساجد جهان اسلام بود. طرح این مسجد چهار ایوانی است که در دوره معماری سلجوقی در ایران به شیوه رازی متداول شد و از کامل‌ترین نوع مساجد ایرانی می‌باشد و در جهان اسلام نیز به مساجد ایرانی مشهور هستند. ده کتیبه به زبان فارسی دوره صفوی که ترکیبی از فارسی و عربی بوده بالای ایوان‌های ورودی مسجد جامع دهلی به روش معرب سنگ اجرا شده و روی این کتیبه ها تاریخ ساخت مسجد و از فضا سلطنت شاه جهان نقش شده است. سبک معماری مسجد شاه جهان در پاکستان کاملا تحت تاثیر سبک‌های مسجد ایرانی است. این مسجد با آجرکاری گسترده و استفاده از کاشی‌های آبی که هر دو به طور مستقیم تحت تاثیر سبک معماری تیموری و صفوی بوده قرار گرفتند. مکان و چیدمان کاشی‌کاری‌ها رنگ‌های متفاوت بر روی یک کاشی منفرد و تزئینات اسلامی به روی کاشی‌ها همه نشان دهنده تأثیرات کاشی‌کاری دوره صفوی بر این مسجد بوده است. در واقع با اورنگزیب دوران پرشکوه امپراتوری گورکانی به پایان می‌رسه و از او به عنوان آخرین پادشاه بزرگ سلسله گورکانیان هند یا امپراتوری مغول کبیر یاد می‌شود. در این دوران رابطه ایران و هند در پایین‌ترین سطح مراودات بوده و معماری قابل توجهی در این دوران ساخته نشده. تنها معماری که در این دوره ساخته شده بیبیکا مقبره است که شبیه به تاج محل در آگرا ساخته شده و به تقلید اون با مرمر سفید ساخته شده، ولی از اونجایی که اورنگزیب نه به اندازه شاه جهان هنردوست بود و نه ثروتمند، مجبور شد این آرامگاه را خیلی کوچکتر و محقرانه‌تر بسازد که در هند به تاج محل فقیر مشهور است.
از دیگر کارهای این دوره موتی مسجد یا مسجد معنوی سفید در داخل مجموعه قلعه صبح در دهلی هند هستش که همونطور که مشاهده میکنیم اصلا کلن سبک و سیاقش با سایر معماری دوره بوخانیان متفاوته. از مقایسه اصول و مبانی طراحی معماری برخی از بناها در ایران و شبه قاره هند و نتایج به دست آمده مسلم می‌گردد که معماری در هر دو دوره صفویه و گورکانیان به مبانی یکسانی پایبند بودند. در بناهای بجامانده از این دو دوره می‌توان به اصول مشابهی در بناها از جمله موقعیت بناها، طراحی پلان، ابعاد طراحی شهری، معماری منظر، استوایی و ایستایی، طراحی نماهای بیرونی و داخل بنا، تکنیک ساخت، نورپردازی، استفاده از رنگ، مساله و توجه به زیبایی را در تک تک بناها مشاهده کرد. فرهنگ فارسی در دوره مغول در طی روند تکامل خود معماری را نیز تحت تاثیر قرار داده و مطالعات واژه‌هایی که در فرهنگ معماری دوران مغول استفاده شده هنوز هم در میان مردم هند رایج است. برخی از ساختمان‌های همدانی که من در واقع تو پژوهشام اشتها خوردم، یکی بازاره. در این دو بازاری که میبینیم استراکچر بناها، گزهای جنافی بر دیوارها، مقرنسهای سقف‌ها، استفاده از نور طبیعی و ارتفاع بازار از جمله مواردی که در هر دو بازار یکسان به چشم میآید. از ساختمان های حمام هستش که مانند حمام های ایران از گنبد گشت‌گوری زیبا در سقف، حال مرکزی و حوضچه با فواره در مرکز آن و داشتن سربینه پیروی می‌کرد. اغلب پلان‌های کاروانسراهای این دوره مستطیل شکل بوده و حجره‌های کوچک، ایوان‌های باریک سرپوشیده، دروازه‌های سنگین و بزرگ و حیاط مرکزی با حوض یا چاه آب در مرکز آن در هر دو معماری مشاهده می‌شود. مناره، تمامی بدنه مناره شمس در شهر خوی با شاخ قوچ و مناره حیران در آر را از آج فیل پوشانده شده است. این دو مناره به صورت منفرد در داخل باقی قرار گرفته و ساخت این بنای یاد بود هدفی جز براخت کشیدن قدرت پادشاهان در شکار نبوده است. خانقاه یا درگاه در این اماکن معمولاً مقبره یک صوفی، مدرسه دینی، مسجد، کتابخانه، بیمارستان و چاه آب موجود بوده است. بنای استوانه شکل کبوترخانه در دو کشور یا دو دوره با تزینات آجری و گچ و روزنه‌های به اندازه پرندگان و کبوترها در بالای آن در هر دو بنای یکسان انداخته. از دیگر ساختمان‌های حمام چهل ستون یا دیوان عامه که در هر دو بنا که قصر شاه یا امپراتوری بوده پلان‌ها هشت‌ضلعی می‌باشند، ستون‌های چوبی اطراف بالکن‌ها را می‌پوشانند و سقف بالکن‌ها فلزی می‌باشند. تو هند هم منار جمعون داریم. وقتی یک مناره تکان می‌خورد، مناره دیگر هم همزمان تکان می‌خورد و این لرزش در سراسر استراکچر دیده می‌شود. در هر دو بنا پیشتاخ‌های بلند ورودی با دو مناره در کنار آنها یکسان طراحی شده. از دیگر ساختمان‌های همنام نوار خونه است. مکان نواختن موزیک در رویدادهای مهم و محل ساخت آن معمولاً در ورودی قصرها بوده، به نحوی که احاطه به تمام شهر داشته باشه. همونطور که ببینیم سردر قیصریه الان موجود نیست. این عکس خیلی قدیمیه و اون طبقه سومش برای این کار بوده که در زمان قاجاریه که دوباره تعمیر میشه دیگه اصلا اون وجود نداره و دو طبقه است. گنبد سقف که در هندش میگن نیلی گنبد، هر دو این دو بنا مقبره و خانقاه صوفیه با پلان هشت‌ضلعی، گنبد پیازی شکل، تناسب‌های موزون پیشتاخ‌های کشیده و بلند و تزئینات با نقش‌های هندسی. تشابه ایده های اولیه طراحی در دو معماری صفوی و گورکانی رو میتونیم به این چند بخش تقسیم کنیم. یکی چهارباغه. پلان باغ‌های گورکانیان از باغ‌های ایرانی مشتق شده که بنا در مرکز و یا آخر باغ قرار میگیره. یکیش مقبره همایون و دیگریش باغ‌خان کاشانه که میبینیم تاریخ باغ‌خان کاشان خیلی قدیمی‌تره ولی خب روش چهارباغ یکسان.
در طراحی پلان‌ها در هر دو معماری اصولی مانند تقارن، مرکزیت، گسترش افقی و شبکه‌های دسترسی پیچیده رعایت شده. در ساخت بیشتر بناهای این دوره از گنبد، مناره، طاق جنابی و دیواره‌های باربر جهت عظمت و شکوه بنا استفاده شده است. از آنجایی که فرمانروایان مغول برای حفظ برتری و قدرت خیش دستور به ساخت بناهای هرچه باشکوه‌تر می‌دادند، مقیاس‌های ساختمانی نیز فراتر از گذشته شده. فضای سبز و آبنما عناصر کامل کننده بناها در معماری ایرانی می‌باشند و این طراحی‌ها در امتداد معمارهای اصلی ساختمان برای خلق شکوه و عظمت بیشتر در بنا رعایت می‌شود که در معماری بوتانی نیز ما به وفور این فضای سبز و آبنما رو می‌بینیم. عناصر طراحی در ساختمان‌های بنا. عناصر طراحی هر دو معماری بر اساس سلسله مراتب ساخته می‌شده. اول فضای سرگوشیده‌ای بوده، بعد وارد فضای نیمه باز و همون ایوان می‌شدن و فضای باز آخرین مرحله‌اش بوده که بتونن بناها رو از ورودی مجموعه با شکوه تماشایی بکنن. استفاده از حسچه آب با فواره در مرکز آنها در طبقات بالایی قصرها جهت خنک کردن هوای گرم فضاهای داخلی یکی از ایده‌هایی است که در هر دو معماری دیده می‌شود. تکنیک‌های ساخت مشترک دوره صفویه و گورکانیان گنبدهای دو پوسته برای هر دو سبک معماری از لحاظ ساخت کاملا مشابه است و هر دو آنها در بالای سطح استوانه‌ای قرار گرفته و در آخر با میله فلزی تزئین شده‌اند. گنبد دو جداره که در معماری سلجوقی نخستین بار ساخته شد در معماری ایلخانی رواج زیادی یافت. برای ساخت این گنبدها از خشت استفاده می‌شد و برای روی‌بندی آن از آجر پخته بهره می‌گرفتند. در گنبدهای دو پوسته، پوسته زیری معمولاً برای پوشاندن سقف و پوسته روی این جهت نمازسازی و همچنین مقابله با عوامل جوی ساخته می‌شد. یکی از دلایل دو پوسته بودن گنبد به لحاظ توجه و مقیاس شهری است. از آنجایی که گنبدهای بزرگ و بلند نشانه اهمیت ساختمان بوده و ترجیحاً باید از قسمت‌های مختلف شهر دیده می‌شدند، لذا سعی می‌شد که گنبدهای فوقانی را بلندتر و مرتفع‌تر احداث کنند. از این رو برای جلوگیری از ناهمگونی فضای داخلی زیر گنبد که مانند تونلی عمودی به نظر نیاید، پوسته زیرین گنبد را در ارتفاع کمتری اجرا می‌کردند. استفاده از کاشی‌کاری و گچ‌کاری با شکل‌های پیچیده هندسی و تزئینات اسلیمی برای پوشاندن سطح سقف دوم بناها در هر دو معماری دیده میشه که همونجور که می‌بینید مسجد شیخ لطف‌الله اول آخر می‌دانید. گچ‌کاری معماری در هر دو کشور دوره شاهد تحولاتی ویژه با مهارت خاص در تزئینات گچ‌کاری، کاشی‌کاری، آجرکاری و معرق سنگ در تزئین بناها بوده است. استفاده از نور طبیعی یکی از مهمترین مشخصه‌های در بناهاست. توالی و دگرگونی آن در طول روز باعث حرکت و تغییر حالت روحی انسان در ساعات مختلف می‌شود. نورپردازی از طریق پنجره‌ها و شبکه‌های ساخته شده از سنگ مرمر در بالای دیواره‌های بنا در دو معماری دیده می‌شود. و یا اینکه با شبکه‌هایی که درست می‌کردن نور مستقیم رو می‌شکوندن و ایجاد صحنه‌های دلپذیر رو در اوقات مختلف شب و روز ایجاد می‌کردن. مقرنس یکی از عناصر تزئینی معماری ایرانی است که در زیباسازی بناهای ایرانی به ویژه مساجد و آرامگاه نقش مهمی داره. مقرنس‌ها رو می‌توان از جمله عناصر مؤثر در ساختن گنبدها دانست که بعدها کاربرد اولیه رو از دست داده و بیشتر برای تزئین به کار رفته است. مقرنس‌ها معمولاً در سطوح فرورفته گوشه زیر سقف‌ها کار می‌شوند. تزئینات معماری گورکانیان کامل کننده تزئینات دوره صفوی است از آن جهت که نقوش تزئینی را برجسته به زیباترین شکل در مقرنس‌های پیچیده ایجاد می‌کرد. تشابهی که من توی تزئینات بناها دیدم تشابهی بود که توی موتیف‌هاشون بود. موتیف عنصری است که در هنر معماری به صورت نامحسوس در اثر تکرار می‌شود تا مضمون اصلی را قابل تجسم و قوی‌تر بسازه. تقسیم بندی تکنیک‌های هندسی مدولار که برای اندازه‌گیری اشکال مشابه استفاده شدن در طراحی نقشه‌ها و نمای ساختمان‌های آن دوره رایج بوده. کاشی‌کاری و معرق با نقوش هندسی در هر دو معماری در سطح گسترده‌ای در نمای دیوارها، گنبدها، مناره‌ها و طاق‌ها به وفور به چشم می‌خورد.
نقوش اسلامی در دوره صفوی و گورکانی طرحهای اسلامی با طبیعت رابطه تنگاتنگی برقرار کردن و همونجور که میدونیم خیلی خیلی دیگه شبیه به هم کار میکردن. فقط در معماری گورکانیان این نقوش اسلامی بیشتر برجسته ساخته میشده تا جلوه بیشتری داشته باشه. فرهنگ ایرانی همراه با هنر خوشنویسی، مینیاتور و معماری به طور گسترده‌ای در شمال هند رواج پیدا کرد و در دوران حکومت اکبر، شاه جهان و جهانگیر به اوج خود رسید. خط فارسی و خط عربی در هر دو معماری مورد استفاده قرار می‌گرفت. در تزیینات معماری‌های این دوران شباهت‌هایی در اندازه قاب‌ها، فرم آرک‌ها و همچنین پل‌ها نیز می‌توان مشاهده کرد. تزیینات کاشی‌کاری با نقوش گل و گیاه معماری دوره صفویه در تزیینات گورکانیان به صورت معلق روی سنگ و با رنگ‌های گرم و متفاوت استفاده شده است، مانند مسجد ولیخان، فاتح پور سیکری و مقبره اعتمادالدوله که قبلا نشده است. در تم تزیینات بناهای گورکانیان همانند نقوش کاشی‌کاری صفویه در ایران، نقش‌مایه‌های کوچکی از انواع گلها، پرندگانی مانند قو و بلبل و حیواناتی مانند آهو و فیل به چشم می‌خورد. در هر دو کاخ آلباپور و قصر معمر برای تزیین دیوارها و شکستن یک نواختی آنها تاخچه‌های زیبایی را با عملکردهای مختلف ایجاد می‌کردند که همونجور که می‌بینیم تو آلباپور بیشتر برای موسیقی بوده این تزییناتی که ایجاد کردن و بر کاخ معمر بیشتر جای شمع بوده و همونجور که صحبت کردی برای شکستن دیوار یک نواخت و تزیین دیوار. آنچه از این پژوهش مشخص است، اثرپذیری همزمان معماری گورکانیان از سنت‌های معماری هند و تمدن‌های همجوار به خصوص ایران است. در ادامه این بحث باید مطرح کرد که در مراودات فرهنگی، تمدن‌های همجوار، تعاملات دو سویه امر طبیعی بوده است. آنچه در این بحث بدیهی می‌نماید آن است که صورت و محتوای این قسم تعاملات در هر منطقه به فراخور عوامل مؤثر بر ظرف زمان و مکان هرگز مشابه نبوده و نمی‌باشد. نمونه بارز این ادعا پیدایش اشتراکات هنر و معماری بسیار نزدیک ایران و هند در مقطع تاریخی صفویه و گورکانی است که منجر به آفرینش بناهای بی‌نظیری چون تاج محل شد. پیدایش ایده هنری مشترک در ساخت بنای ایرانی را در فضای آب و هوای هند و با معماری هند ترکیب کردند که نمونه های آن در قلعه ها، مساجد و قصرها قابل مشاهده است. بهترین نمونه این مثال مکان زیبای تاج محل در آگرا که به روح ایرانی در کاربرد هند شناخته می شود. با این حال لازم به ذکر است که این تأثیرات ثابت و کاملا یکطرفه نبود. ممنون. در آخر لازم توضیح بدم که تنها بنایی که تو ایران هندیه و من پیداش کردم اینه که نادرشاه بعد از حمله به هند که برمیگرده یه سری کارگره هندی رو با خودش میاره و این قصر خورشید که توی خراسان رو میسازه که متاسفانه بعد از مرگ نادر تمام کارگرها فرار میکنن و این قصر نمیکنه.